دکتر طارق هاشمی نایب ریاست جمهوری عراق اعلام کرد حضور سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق یک حضور مشروع قانونی در چارچوب کنوانسیون های بین المللی است. به رغم بهانه جویی های مربوط به خطرناک بودن قرارگاه اشرف، نایب رئیس جمهور عراق خاطر نشان کرد امروزه خطری بر روی ایران وجود ندارد، زیرا این قرارگاه تحت کنترل عراق است و قبل از آن هم آمریکایی ها بر آن کنترل داشتند. طارق هاشمی افسود از این رو من نمیتوانم بفهمم که اعضای مجاهدین خلق چگونه میتوانند در امور داخلی ما دخالت داشته باشند و یا اینکه منبع نگرانی و اذیت و آزار برای کشور همسایه مثل ایران باشند. نایب رئیس جمهور عراق تصریح کرد امروزه صداهایی را برای جابجایی آنها از این قرارگاه به بیابان و یا نقطه دیگر می شنویم و یا اینکه افراد آنها در قرارگاه مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. این نه به مصلحت عراق خدمت می کند و نه در خدمت شهرت و پرستیژ عراق است. ما نباید بیش از حد لازم بر روی این پرونده متمرکز شویم. اظهارات نایب رئیس جمهور عراق در مصاحبه با تلویزیون ماهواره‌ای السلام همزمان در سایت رسمی طارق هاشمی نایب ریاست جمهوری عراق و همچنین در سایت ریاست جمهوری عراق منعکس گردیده است. طارق هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا با رفسنجانی در جریان سفرش به عراق دیدار نکرده است گفت من دوست داشتم که این دیدار انجام می شد ولی من پرونده هایی دارم که باید آنها را مطرح کنم. بر این اساس دیدم که طرح و برنامه طرف مقابل چیز دیگری است و بر این اساس دیدار انجام نشد زیرا توافقی روی موضوعاتی که باید مطرح می شد صورت نگرفت. نایب رئیس جمهور عراق توضیح داد مردم عراق خاطراتی واقعی در رابطه با برخی شخصیت‌های مشخص در جمهوری اسلامی ایران دارند. هرچند من به حکم سمتم به عنوان نایب رئیس جمهور نمیتوانم درخواست رئیس جمهور عراق برای پذیرایی از یک شخصیت عالی رتبه یک کشور همسایه را رد کنم. در رسانه‌ها زیاد مبالغه شده. درست است که این دیدار صورت نگرفت و دیداری با رئیس مجلس ایران لاریجانی هم انجام نشد. ولی این نباید نشان دهنده یک موضع سیاسی در قبال شخصیت‌هایی باشد که از عراق دیدار می‌کنند. بله ما ملاحظات و تردیدهایی داریم. یک تلخ‌کامی واقعی از موضع ایران در قبال عراق داریم. ولی این به حکم سمتم در دولت عراق مرا از دیدار با سیاستمدارانی در جهان که با آنها هم عقیده‌ام و با کسانی که با آنان اختلاف دارم معاف نمی کند. طارق هاشمی در پاسخ به سؤالی در مورد اختلافات عراق با ایران، کویت، عربستان و ترکیه گفت در واقع یک سری پرونده های حساس وجود دارند که همچنان بلا تکلیف هستند. من از جایگاه خودم در دولت عراق می گویم که از اداره کلیه پرونده ها تا این لحظه توسط عراق راضی نیستم. نمی توانم جزئیات را بازگو کنم ولی راضی نیستم. شهروند عراقی حق دارد نگران باشد که آیا قوه مجریه و مجلس نمایندگان این مسائل و پرونده های حساس را آنگونه که شایسته شأن و سطح این مسائل می باشد پیگیری می کنند. من روی این موضوع حرف دارم و امیدوارم که عراقیان روی طرحی برای پیشبرد گفتگوها با این یا آن طرف به توافق برسند، اما تا امروز که یک توافق ملی بر سر این موضوع صورت نگرفته و موافقت نامه های هم بر سر اولویت ها و بر سر اینکه کدام یک از مسائل و پرونده ها
از اولویت برخوردار می باشد و اینکه چگونه گفتگو با آنها را شروع کنیم وجود ندارد.